سنگ جادو یه ماده افسانه‌ای بود که کیمیاگران دنبالش بودن. گفته میشه این سنگ قدرت داره فلزهای بی ارزش رو به طلا تبدیل کنه. تو دوران قرون وسطا و تا آخرای قرن 17 پیدا کردن سنگ جادو هدف خیلی از کیمیاگران بوده. دانشمندان معروف زیادی مثل آیزاک نیوتن، جان دی و راجر بویل هم دنبال این سنگ بودن. اما این سنگ جادویی چی هست؟ چرا همه آدمای معروف دنبالش میگشتن؟ اولین نوشته ها در مورد سنگ جادو برمیگرده به سال 300 بعد از میلاد مسیح تو یونان باستان. یه جایی تو کتاب های زوسیموس آف پاناپولیس به اسم چیروکمتا بهش اشاره شده. اما بعضی از نویسنده های کیمیاگری میگن که داستان این سنگ به زمان حضرت آدم برمیگرده. اونا میگن که حضرت آدم از خدا در مورد این سنگ سوال کرده و دانشش رو به دست آورده و با همین علم تونسته عمر خیلی طولانی داشته باشه. به هر حال ایده سنگ جادو حسابی جا افتاده بود و کم کم پیشرفت کرد. این مفهوم تو دنیای اسلام قرون وسطا هم با کارهای کیمیاگران با نفوذی مثل جابر ابن حیان رشد کرد. کارهای جابر ابن حیان باعث شد که کیمیاگری تو دنیای اسلام و اروپا پیشرفت کنه. جابر روش‌ها و وسایل مهمی رو به علم کیمیاگری اضافه کرد و بیش از 300 کتاب درباره این موضوع نوشت. این دانش کم کم وارد اروپا شد و اونجا سنگ جادو یک بخش مهم از علم و نظریه‌های کیمیاگری غرب شد. تو کیمیاگری اروپا کسایی مثل آلبرتوس مگنوس، راجر بیکون و پزشک سوئیسی پاراسلوس نقش مهمی تو شکل دادن افسانه‌های سنگ جادو داشتن. باور پاراسلوس این بود که یک عنصر کشف نشده‌ای به اسم الکهاست وجود داره که همه عناصر دیگه یعنی آب و آتش و هوا و خاک از اون درست شدن. فکر می‌کرد که این عنصر ناشناخته همون سنگ جادوی معروفه. واسه همینم توی نماد سنگ جادو نمادی از هر کدوم از این 4 عنصر با هم ترکیب شدن. توی کتاب رساله زرین که نویسنده آلمانی ناشناخته اونو نوشته در مورد این تئوری سنگ جادو به عنوان عنصر 5 صحبت میشه. می نویسه روح، روان، جسم و 4 عنصر سنتی. 5 چیزی که اونها رو به ارمغان میاره سنگ جادوه. کیمیاگران باور داشتن که همه چی از روح، روان و جسم درست شده. 4 عنصر هم که سنتی هن. اما عنصر 5 همون سنگ جادوه که نشون دهنده یک جوهره متعالی فراتر از دنیای فیزیکیه. اونا فکر میکردن که سنگ جادو حاوی جوهره کامل از هر 4 عنصر کلاسیک یعنی آب و آتش و باد و خاکه و نماد نهایی تعادل و کمال به حساب میاد. این مفهوم سنگ جادو تو فلسفه های شرقی هم معادل هایی داره. توی بودیسم و هندویسم بهش میگن چینتامانی که به شکل یه جواهر آرزو برآورده کننده تصویر میشه. این جواهر نه تنها تجسم تغییر و تحول مواد فیزیکی رو نشون میده بلکه نماد تحول عمیق معنوی و روشنگری هم هست. سنگ جادو شکل و شمایل مختلفی رو هم توی توصیف ها داره. بعضی از نوشته های کیمیاگری میگن که سنگ جادو 2 مدل داره، سفید و قرمز. سنگ سفید فلزهای بی ارزش رو به نقره تبدیل میکنه و اون سنگ قرمزه که طلا میسازه. رنگش هم توی حالت جامد نارنجی یا زعفرونیه و تو حالت پودره که قرمز دیده میشه. از طلا سنگین تره، توی هر مایعی حل میشه و هیچ آتشی روش اثر نداره. کیمیاگران اعتقاد داشتن که میشه سنگ جادو رو با یه روش به اسم ماگنوم اپوس درست کرد. این فرایند پیچیده و مخفی 4 مرحله اصلی داره که هر کدوم با یه رنگ نشون داده میشن. رنگ سیاه که نشونه پوسیدگی و پاک شدن اولی است. رنگ سفید نشون دهنده پاک شدن و زدوده شدن ناخالصی است. رنگ زرد مرحله رسیدن به روشنفکری و طلوع دانش. رنگ سرخ مرحله نهایی که نشون دهنده رسیدن به بالاترین درجه روشنفکری و ساخته شدن خود سنگ جادوه. البته کلی دستورالعمل دیگه هم برای ساخت این سنگ جادو هست. یک متن عرفانی قرن 17 به اسم موتوس لیبر یا میوت بوک یا کتاب بی صدا هست
که به نظر میرسه یک دفترچه راهنمای نمادین برای ساخت این سنگ جادو باشه. این کتاب 15 تا تصویر داره و هیچ نوشته ای توش نیست. حتی آیزاک نیوتن هم یک دستورالعمل برای ساخت این سنگ جادو از خودش به جا گذاشته که البته به نظر میرسه یک کپی از نوشته های کیمیاگر معروف دیگه ای باشه. توی این نوشته ها توضیح داده شده که چطور میشه جیوه جادو که ماده اولیه کلیدی برای ساختن این سنگ رو تجزیه کرد و بعد دوباره ترکیبش کرد تا بشه باهاش فلزهای مختلف ساخت. وقتی که سنگ جادو ساخته میشد، قدرت‌های عجیب و غریبی داشت. نه تنها میتونست فلزهای بی ارزش رو به طلا تبدیل کنه، بلکه هر بیماری رو درمان میکرد و جاودانگی میداد. چون ماده اولیه اصلیش معجون افسانه‌ای به اسم اکسیر جاودانگی یا اکسیر زندگی بود. دیگه جای تعجب نداره که همه از پادشاه‌ها گرفته تا فقرا دنبال این سنگ بودن. با گذشت زمان سنگ جادو از ریشه‌های کیمیاگری خودش فراتر رفت و به نمادی از تحول روحی، خرد و جستجوی کمال تبدیل شد. با اینکه خیلی از آدم‌های تأثیرگذار و باهوش برای سال‌ها دنبال این سنگ می‌گشتن، اما هیچ مدرک واقعی وجود نداره که کسی تونسته باشه پیداش کنه. بعضی ها بودن که ادعا کردن این سنگ رو پیدا کردن، مثل نیکولاس فلامل. این آدم یک صنعتگر معمولی بود که ناگهان خیلی ثروتمند شد و خودش گفته که این ثروت رو به خاطر پیدا کردن سنگ جادو به دست آوردم. اما هیچ مدرکی واقعا برای اثبات حرفاش وجود نداره. در نهایت سنگ جادو حداقل اگر واقعا وجود نداشت و یک رویا بود، اما برای کسایی که دنبالش بودن چند تا فایده داشت. تمام این افراد دانشمند و کیمیاگر زمانی که به دنبال سنگ جادو بودن، چیزای دیگه ای مثل اسید نیتریک، اسید سولفوریک و این طور چیزا رو کشف کردن که اونها منجر به کشف آهک، روی، بیسموت و چیزای غیر فلزی مثل گوگرد و کربن شد. کیمیاگرها همچنین اولین سیستم عناصر شیمیایی دنیا رو درست کردن. با گذشت زمان کیمیاگری جای خودش رو به روش‌های علمی‌تر برای مطالعه و تحقیق داد. این همون چیزیه که امروز بهش علم شیمی میگیم. ایده سنگ جادو شباهت‌هایی به چیزهای افسانه‌ای دیگه تو فرهنگ‌های مختلف داره، مثل جام مقدس تو مسیحیت یا اکسیر جاودانگی که امپراتورها و دانشمندای چینی دنبالش بودن. این شباهت‌ها نشون دهنده یک علاقه همگانی تو کل بشره که چقدر دنبال زندگی ابدی بودن و چقدر هم دنبال راه‌های ساده برای ثروتمند شدن می‌گشتن. حتی امروزه هم کسایی هستن که هنوز دنبال سنگ جادوان، چون فکر می‌کنن اگه مواد شیمیایی درستی رو با هم ترکیب کنن می‌تونن اون رو بسازنش. اما اینکه بشه به طور فیزیکی به این سنگ دست پیدا کرد بعیده. اصول و قواعدی که کیمیاگرها روش کار می‌کردن از نظر علمی دیگه معتبر نیستن. میشه از عنصرهای دیگه طلا درست کرد، اما این کار با واکنش‌های هسته‌ای انجام میشه، نه با فرآیندهای شیمی ساده. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.